بگین رو دارن نگه میدارن. پس میبینید که نسبت به کشتار یه عده یهود به عنوان حقوق بشر رو چه عاطفه نشون دادن و نسبت به 40 میلیون. پس من به دروغ میگم، اگر راست میگن این کار انجام بدن. پس تمام حقوق بشر و تمام اینا بی خود اون جنبه اقتصادیست، میخوان پایگاهی در خاورمیانه داشته باشن از برای که کشورهای دیگه خاورمیانه استثمار کنن. و اگه اینجور نیست واقعا عاطفه است، خودشون باید بشن. من اینو میارن هم از رادیو عراق گفتم، هم آمده بودن از تلویزیون بود از آمریکا، اینا رو پیغام دادن به تمام ملت ها، خصوصا به آمریکا و انگلستان پیغام دادن. الان هم من میگم هم کشورهای اسلامی لازمه که یک روابطشون رو با این قبائل ها قطع بکنن، منزوی کنن اینها را، و از جایی که میدونن در مقام بر بیان که این نظام نابود بشه، به این اجدها از منطقه رفت بشه، و هم کشورهای غربی که اون کودتا رو به راه انداختن. این فجایع مستلزم این فجایعی که میبینید در ایران شدن الان لااقل برای همون جنبه‌های انسانی که میگن، برای که وجدان خودشون یه خود ترمیم بشه، یه خود از اون جریحه وجدان خودشون رو مداوا کنن، برای مداوا کردن اون جریحه وجدانشون. اگه وجدان دارن قهرا نخرن نفت از اینها و نفروشن به اینها هسته، یه ما نفر تموم. همونطور که مستحضر هستین، چون ایران و عراق به حال مدتی است که در حال جنگ هستن با هم و خب از حدی طرف خوشنم شده اینها، این سال در افکار برخی پیش میاد که علت این که شما عراق رو که به اصطلاح یک کشور در حال جنگ با ایران هست انتخاب کردین، دلیلش چی هست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من بعد از اینکه در منزل بودم، محصول بودم حدود 2 سال، مرتب خب این خبرهایی که اینها اعدام میکردن، شکنجه میکردن، فسادهایی که میکردن، خلاف تحریفهایی که از قرآن، یعنی تفسیر برعیهایی که از قرآن میکردن، بدعتهایی که میذاشتن، من واقعا اونقدر ناراحت بودم، اونقدر ناراحت شدم که احتمال این رو میداد علاوه بر ناراحتی خودم، برای اینها ناراحت از این جهتم شدم که نبادا من به وظیفه عمل کنم و مورد خشم خدا، مورد غضب خدا قرار بگیرم. چطور ممکنه که من اینجا آسوده توی یه زن بچه‌ام باشم و این جوانها رو اینجور گلوار گوسفندوار همینجور ببرن به سلاخونه و اعدام بکنن؟ چطور ممکنه؟ من چرا فکر میکردم خوابم من لای گاهی نمیبرد. مترو سگور، این امشب از ساعت 7 تا 23 کنسرت، از ساعت 19 تا 23 والا بگو 19، کنسرت با شکوه فرهاد در پاریس، ورودی فقط 120 فرانک، در سالن مجلل و با شکوه اسیم واقع در شماره 6 رو آلبر دو لپاران، پاریس 7، مترو سگور. همین امشب بریس آخرش، همین امشب کنسرت فرهاد. آیا بحث کردی از اینکه قدرت داری یا نداری؟ چون در ما مذهب ما، در مکتب ما، درسته انسان باید قدرت داشته باشه تا تکلیف گردنش بیاد، اما به مجرد اینکه احتمال بده قدرت نداره نباید بشینه، باید فحص قدرتش بکنه. شما میخواد باید نماز استاده بخونی، به مجرد اینکه احتمال میدی نتونی واسی، نمیشه نشسته بخونی، اول باید دست بذاری روی زمین ببینی میتونی برنش یا نه، اگه نتونستی اون وقت میتونی نشسته. باید فحص کنه انسان. من فکر کردم که آیا من فحص کردم، آیا قدرت دارم؟ الان محصورم در ایران، نه اعلامیه میتونم بدم منتشر بشه، نه فرق. و آن جمع اینا پشت دادم، بعد گفتم در وقتی بازداشت بودم و گفتم بابا شما، من اینایی که این بیچاره هایی که شما به من یه جریده ای رو منتشر کردن، یه خونه ای بازم به مجاهدین دادن، یک نمیدونم پزشکیست، یک زخمی از اینها رو معالجه کرده، شما میکشی. من این همه بهتون گفتم که حتی گفتم که کلوخ انداز رو پاداش سنگ است، اینها رو باید همونجوری که اینها به شما کما رو میکشن، اینها شما رو شکنجه میکنن، اینها رو شما کتک میزنن، شما میتونید تلافی کنید و
باید اقدام کنید. من دست رو من گفتم، من گفتم وظیفه شریتونه، من گفتم حکم خدا این است که با اینا مبارزه کنید. حکم خدا این است که همونطوری که اینا از شما میکشن، این کسانی که میکشن همون کشنده ها رو بکشید. همون عوامل این فساد ها را، عوامل این سوء آشوب ها را، عوامل این درگیری ها را، عوامل این بیچارگی ها را، اینا رو باید از بین ببرید. من چطور اونا رو میکشید میزنید بالای این چیز جرثقیل، اما من چه نمی کنید؟ حالا یاله نکردن و من آوردن در خانه، واقعا در مزیقه بودم و از خدا می ترسیدم و فکر کردم که چیکار بکنم و گفتم من در پیش خودم گفتم من الان میتونم عراق برم و میتونم پیام هایی را به مردم برسونم، میتونم جنایات اینها را شهر بکنم، چیزایی که از اینا میدانم، چیزهای احکام خدایی که میدانم برای مردم بیان بکنم و بدعتهای اینها را همونجوری که در روایات متواتر رسیده، از همه ائمه رسیده که وقتی که بدعت در دین اسلام افتاد، عالم باید ظاهر کنه علمش و بالله لعنت خدا بهشه، بدعتهای اینها را آشکار بکنم و این بیدینی های اینها را، فسادهای اخلاقی های اینا که پیدا کردن به من خبر دارم الان برای مردم بگم، تا بلکه انشاءالله تأثیری در مردم داشته باشه، تأثیری در توده ها داشته باشه، اینا رو منزوی کنن، ولو نمیتونن مثبت کار کنن، منفی کار کنن، اینا رو منزوی کنن تا انشاءالله شهرشون رفت بشه. و پیش خودم فکر کردم من میتونم برم عراق، چون من متعدد عراق علاوه بر که زندگی مدتی چند زندگی کردم اون سابق ها زمان، اون خیلی سابق زمان اون فیصل و اینها در عراق بودم، علاوه بر این من خیلی زیاد عراق اومدم و اکثرش هم حتی زمانش هم من ممنوع الخروج بودم، اون میومدم در همون وقت میومدم، سه بار آمدم و میدونست راه ها رو میدونستم و گفتم که پیش به خودم فکر کردم میتونم برم و میدونستم که عراق میذاره که من رادیوش حرفمو بزنم، کشوریست که محیات افریکه و من حرفمو بزنم. من روی این جد استخاره کردم فعلش خوب و ترکش عذاب بود، بد بود و الحمدلله به طور به راحتی آمدم. اما انتخابم به عراق از دو جهت بود، یکی اینکه از سه جهت، یکی اینکه اولا من عراق زندگی کرده بودم سابق و حوزه علمی نجف درس خونده بودم و خب آشنایی داشتم و علاوه ائمه ما در عراق هستند و خدمت مولا علی خدمت حضرت عبدالله الحسین ائمه ما در عراق هستند و یک کشور اسلامی است، یک کشور است که اسلامی و علاوه اکثرشون شیعه هستند و با سابقه که داشتم به خاطر ائمه اطهار، با اینکه خب الانم حوزه علمی است و هم مقداری ولو خلوت شده ولی باز مقداری طلاب علوم دینی هست، حضرت آیت الله خویی درس میگه و روی یکی این جهت انتخاب کردم عراق را، یکی اینکه هیچ کشور دیگه در عالم مثل کشور عراق نبود که بذاره من اون رادیوش تحت اختیار من که من الان حدود 9 ماه که شبی نیم ساعت حرفای من منتشر میکنه، هیچ کشور دیگه ای در دنیا اینجور وسیله ای نبود که من حرفامو به ملت ایران، به مسلمانای ایران، به همه ملت ایران برسونم. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. آدرس جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.